خبرگزاری رویترز گزارش داده تعداد کشته‌های حوادث آبان ماه در ایران 1500 نفر بوده. چه کسی دستور شلیک به معترضان را صادر کرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. از یک ماه بعد از شروع اعتراضات آبان هنوز حکومت ایران نه شمار قربانیان را اعلام کرده، نه زخمی ها و نه حتی رقمی از بازداشتی ها ارائه می دهد. اما رویترز به نقل از منابعی در داخل حکومت ایران آمار کشته ها را 1500 نفر اعلام کرده، 5 برابر شماری که پیشتر سازمان عفو بین الملل گفته بود، حتی 500 نفر بیشتر از آنچه که برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران آمار داده بود. نکته مهم این که رویترز میگوید تصمیم برای تیراندازی مستقیم به معترضان و به قولی جمع کردن ماجرا به هر شکل توسط شخص آیت الله خامنه ای گرفته شده بود. چقدر می شود به چنین گزارشی استناد کرد در حالی که حکومت ایران از خبردهی سر باز می زند؟ باید بدانیم که در دوشنبه شب خانواده پویا بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر، هم بازداشت شدند و خبر می رسد تا لحظه ضبط این برنامه خیابان‌ها در تهران امنیتی است. تصمیم گیری برای دادن حق تیر توسط چه نهاد یا کسانی گرفته می شود؟ اگر شخص رهبر جمهوری اسلامی چنین تصمیم می گرفته، این تصمیم با چه تصمیماتی از طرف کدام رهبران قابل مقایسه است و چه تأثیری بر آینده جمهوری اسلامی و تعامل این حکومت با ملت دارد؟ در برنامه 3 مهمان دعوت کرده ایم. قاسم شعله‌سعدی، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس از تهران با ماست. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار، تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان. باز هم از بن آلمان، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. خوش آمد میگم به هر 3 نفر شما. آقای شعله‌سعدی، من اول از شما میخوام شروع بکنم. شما در تهران هستید، در دل اتفاقات. اوضاع امروز در تهران چطور بوده اونجا که شما دیدید؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت به خاطر فوت آقای تابنده قطب دراویش گنابادی و تسلیت به دراویش کشور. واقعیت همینه که شما گفتید، یعنی الان فضای تهران یک فضای کاملا امنیتی است. بعضی از خیابان‌ها بسته شده به نحوی که عبور و مرور رو بتونن کنترل بکنند و همطور که گفتید خانواده شهید بختیاری هم بازداشت شدن، لذا یک فضای کاملا امنیتی است. اما اینی که سوال میکنید که چه کسی میتواند این تصمیم رو بگیره و قابل مقایسه با چه کس دیگری است، خیلی روشن هست. برای که اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه بشه، قانون اساسی تکلیف رو روشن کرده و من فعلا به عنوان یک حقوقدان میخوام بحث قانونیش رو مطرح کنم و اون این است که اولا طبق اصل 107 قانون اساسی تصریح داره که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده دارد. بنابراین بر اساس قانون هم آقای خامنه ای مسئول هست. از این یک و دو اینکه اختیاراتی که و وظایف رهبر طبق اصل 110 قانون اساسی در 11 مورد احصا شده، تعیین سیاست‌های کلان نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، فرماندهی کل قوا، لذا این قوایی که مردم رو کشتن به هر حال تحت فرماندهی کل یعنی خود آقای خامنه‌ای بوده. این هم بلاخره قانونیه. اما از نظر باز سیاسی و قانونی، چون سیاست‌های کلان نظام در حیطه مسئولیت رهبر هست، اون اتفاقی که افتاد، یعنی افزایش 300% بهای بنزین که یک قلم بسیار تأمین کننده در زندگی مردم هست، اون هم با اون شیوهی که اعلام شد، مثلا رئیس جمهور گفت من خبر نداشتم، من واگذار کردم به شورای امنیت کشور، من زمانش خبر نداشتم، که البته هم اینا دروغ هست. ولی اگر شما فرضم کنید که راست باشه، اینها پذیرفته نیست و اینه که آقای خامنه‌ای هم میگه من سررشته نداشتم، تصمیم سران سهوبه رو مورد حمایت قرار دادم. ما در قانون اساسی هیچ نهادی
که بتونه چنین تصمیماتی بگیره توسط سران سه قوه نداریم. بله. یعنی این نفر یک کار در واقع خودسرانه ای کردند، صلاحیت تصمیم گیری نداشتند و در حقیقت چون یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام تلقی میشه، باز همون هم مسئولیتش به خود آقای خامنه ای هست، حتی اگر سررشته نداشته باشه، چون قرار نیست سررشته داشته باشه. بله. تا جالب است آقای ارشال سعدی اشاره که میکنید به اینکه آقای خامنه ای در بسیاری از مسائل خیلی مهمتر از حالا مثلا قیمت بنزین، حالا میدونیم قیمت بنزین روی زندگی مردم تاثیر مستقیم داره، ولی تصمیمات کلانتر از اون رو هم معمولا طوری فاصله میگیره انگار که توصیه هایی کرده ولی مسئولش نیست. در این مورد کمی اصلا لحن و صحبتش از روز اول فرق داشت، اینطور نیست آقای مهدوی آزاد؟ لحن ایشون که کامل فرق میکرد، سعی میکرد از خودش سلب مسئولیت کنه، پنج بار در واقع چنین چیزی رو تاکید کرد. بعدها موقعی که دو هفته یا سه هفته بعد نشریه خط حزب الله که ارگان رسمی دفتر آقای خامنه‌ای است منتشر شد، اونجا معلوم شد چرا. تو اون نشریه به صراحت اومده که شب قبلش، در واقع میشه شنبه شب، چند ساعت قبل از اینکه آقای خامنه‌ای عملا اون حکم به قول رویترز حکم کشتار رو بده و اون چیزی که ما دیدیم اون سخنرانی رو بکنه، چند نفر از نزدیکان آقای خامنه‌ای میرن سراغش و میگن به صلاح شما نیست، به چه شما در خطر، مردم عصبانی هستن و به این خاطر موضع نگیرید. این عین نوشته نشریه خط حزب الله است. برای خود او هم از اون ابتدا میدونست که وارد حوزه خطرناکی میشه و حالا سوال این هستش که با اینکه میدونست مردم ناراضی هستن، با اینکه میدونست این مردمان عصبانی هستن نه عوامل استکبار، و با اینکه میدونست در واقع حرفهاش منجر به یک حمام خونی میشه که به واقع اولین حمام خون در تاریخ معاصر ایران حداقل در 50 سال گذشته است، هیچگاه در 50 سال گذشته چنین چیزی نداشتیم، سوال هست که چرا وارد چنین بازی خطرناکی شد. دقیقا من میخوام همین سوال رو پاسخ بدیم و اینکه چه تاثیر خواهد داشت. من میخوام از آقای حسینی فرد بخوام وارد این بحث بشن. از این منظر که آقای حسینی فرد، من میدونم که شما نه تنها مسائل خاورمیانه رو دنبال میکنید، به صورت تخصصی مسائل آمریکای جنوبی رو هم رصد میکنید که به هر حال شباهت هایی هست بین موقعیت ایران و بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی در این قضایا. میشه شما به ما بگید که آیا میشه یک در واقع تشابهی دید بین اون چه که بعضی از رهبران در خاورمیانه و آمریکای جنوبی انجام میدن و اون چه که آقای خامنه ای الان به خصوص در این چند هفته اخیر تصمیم گرفته؟ خب بخوام بحث آمریکای جنوبی رو باز کنیم، با توجه به اینکه تو دهه 60 و 70 تو همه این کشورها به نوعی خونریزی و کودتا و سرکوب شدید جریان داشته، شاید بحثش خیلی گسترده بشه، ولی میشه نمونه تیپیکش که بیش از همه سرکوب و خشونت درش جریان داشت، یعنی آرژانتین رو مثلا در نظر گرفت. ببینیم که سال 76 الان هنوزم که هنوزه راجع به آمارها بلرم که دموکراسی حاکم شده و خود دولت‌هایی به خصوص خانم کرشنر و آقای کرشنر در 10-12 سال گذشته بسیار کارا کردن راجع به این پرونده، ولی هنوزم راجع به اینکه 12,000 نفر کشته شدن و 32,000 نفر بحث بین دولت و سازمان‌های حقوق بشری جریان داره. ولی چیزی که مهمه اینه که سال 1976 اولین جوانهای شکلی اون مادران میدان مایو مثلا پا گرفت این گروه و یواش یواش رفتن برای اینکه از دولت اطلاع رسانی بکنن که با بچه های ما چی دارید میکنید، چه به سر فرزندان ما، برادران ما، خواهران ما اومده. و همین گروه بود که شد به اصطلاح یک نهاد بسیار قوی برای گرفتن و زیر فشار گذاشتن دولت های کودتایی آرژانتین و بعدش هم دولت هایی که دموکراسی حاکم شد. میدونیم که سال 85 که رفتن کنار نظامی ها، یک توافقی شد، یک قانونی نظامی ها به تصویب رسوندن که بر اساس اون کسی نباید بیاد این پرونده دوران کودتا رو باز کنه و یقه نظامی ها نیروهای امنیتی رو بگیره و همه باید شامل عفو بشن. تا 15 سال بعد هم این قانون رعایت میشد و کسی اجازه نداشت تعرضی بکنه به ساحت نظامی ها و نیروهای حاکم قبلی. تو همین رابطه ما میبینیم که از سال 2000 به بعد که هم در چارچوب اینه که حقوق بشر بیشتر در سطح بین المللی مطرح حساسیت برانگیزه و هم انفجار اطلاعات و هم کاری که خود این مادران میدان مایو کردن، اینها همه دست به دست هم میخوام در مورد نقش این مادران بیشتر صحبت کنیم آقای حسینی فرد، به خصوص با توجه به خبری که امروز داریم در مورد بازداشت خانواده پویا بختیاری که میدونیم که از روز اولی که خبر درگذشت این جوان در کرج اومد خانواده او
به شدت فعال بودند در اطلاع رسانی. از روز اول پدر او مصاحبه داد و صحبت کرد در مورد موقعیتش، مادرش، بعد شدن منزلشون شد مرکزی که خیلی از خانواده ها میرن و اونجا صحبت میکنن. فکر میکنید جمهوری اسلامی در واقع نگران این هست، از همون تجربه داره استفاده میشه در ایران؟ آیا چنین نگرانی داره که اونها رو بازداشت میکنه؟ این نگرانی صفر البته ما این دوره نیست. در نظر بگیریم که در دوره‌های مختلف برآمده که جامعه ایران کرده، چه مثلا سال 78 فرض کنیم پیراهن خونین آقای باطبی رفت شد سمبل اون دوره، یا فرض کنید 88 که ندا آقا سلطان کشته شدن اون شد به نوعی نماد اون مسئله، تا به امروز که خب خود این پویا بختیاری به نوعی شده نماد این وضعیتی که در آبان 1388 پیش رفت. تمام کمان رو میدیم که جمهوری اسلامی یه بخشی از سیاست تبلیغاتیش و کارزار تبلیغاتیش اینه که اینها رو خونسا بکنه، یعنی جامعه هم برای خودش در این نیست که منفعل باشه و نمادسازی نکنه، نره در جهت اینه که از طریق همین نمادها اطلاع رسانی حکومت رو طلب بکنه، اینه که به هر صورت جامعه هم داره کار خودش رو میکنه و همین نگرانی هم که شما میگید واقعا وجود داره در رابطه با آقای شعله سعدی. راجبه این در واقع حضور اجتماعی بیشتر صحبت بکنیم، ظرف همین مدتی که به هر حال میدونیم سرکوب شدید بوده، بسیاری از گروه ها باشون برخورد شده، تعداد بازداشتی ها بسیار بالا هست، باز هم میبینیم که معترضان، معلمان کماکان تجمع اعتراضی برگزار میکنن، اعتصاب میکنن، بازنشستگان همینطور، برخی از گروه های کارگری همینطور. آیا شما یک تغییر عمده میبینید در اون نگاهی که مردم به شیوه های اعتراضی دارن؟ آیا فکر میکنید که حکومت خودش رو نتونسته همراه کنه و در واقع پاسخگوی در دقیقی، پاسخ دقیقی به وضعیت اعتراضی بده، یا اینکه فکر میکنید کارهایی که حکومت میکنه از سر استیصال هست؟ ببینید اولا راجبه اینکه سابقه داره، شبیه این کشتار عظیمی که اتفاق افتاد، بله سابقه داره، در اوائل دهه 1980 در همین سوریه پدر همین آقای بشار اسد، حافظ اسد، شهر هما رو به توپ بست اصلا. گویا 30,000 نفر رو هم موقع کشت. صدام حسین دیدید که حتی سلاح شیمیایی علیه کردها به کار برد. خود آقای خمینی در دهه 60 با فتوا به هر حال موجب قتل تعداد زیادی شده که حالا من آمار دقیقش نمیدونم، از 3,000-4,000 نفر اعلان شده تا خیلی بیشتر. لذا این بار اول نیست در کشور خود ما و جای دیگر. شاید شده سعدی مسئله زمانه، در 5 روز. بله، اما اینکه چرا حکومت این کار رو میکنه و مردم نمیترسن، موقعی که جامعه به یک مرحله ای میرسه که نسبت به حکومت دیگه کاملا بدبین هستن و عبور میکنند، حکومت به یک درجه میرسه که هر کاری کنه به ضررش هست. یعنی اگر نرمش به خرج بده، مردم بیشتر متجرّی میشن و میگن ببین حکومت ترسید و ما جلو میریم و مطالباتشون رو افزایش میدن. اگر که خشونت به خرج بده مثل هم حالا که انجام داده، میبینید که باز مردم نمیترسن. الان من دیدم شایعات زیادی هست که فراخوان دادن برای همین 5 دی به عنوان بزرگداشت 40 این شهدا که تعدادش هم خب متاسفانه زیاد هست، به قدری هم زیاده که حکومت خودش اعلان نمیکنه، برای که میدونه چه جنایت بزرگی اتفاق افتاده من. و الان میبینید که همونجور که خودتون گفتی و حکومت ضمناً ترسش اینه که اون روال 40 هایی رو که در سال 56 و 57 مردم برگزار کردن و منجر به سقوط نظام پادشاهی شد، حکومت نگرانیش این است که اگر این 5 دی به خوبی برگزار بشه و مردم استقبال بکنن و به بزرگداشت شهدا بپردازن و تجمع بشه، چه بسا که 40 روز بعدم دوباره 40 کسان که احتمالاً در این اجتماعات جدید شهید میشن رو برگزار کنن. لذا حکومت نگران است، به همین دلیل از هم حالا فضا رو امنیتی کرده. منتها یه بدشانسی هم آورده، این قطب دراویش هم آقای تابنده فوت کرده و خود این قضیه میتونه که یک عامل التهابی باشه و در واقع اثر منفی علیه رژیم داشته باشه. آقای مهدوی آزاد، شما چه فکر میکنید در این باره؟ به خصوص که میبینیم که بازداشت خانواده پویا بختیاری از اون اقداماتی هست که حتی برای کسانی که از رژیم جمهوری اسلامی همواره حمایت میکنن، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت میکنن، قابل توجیه نیست به اون شکل.
اول ببینید یه بحثی وجود داره که مسئولیت اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی میفته بر عهده کیاش رول سردی اول فرمایشاتشون گفتن طبق قانون اساسی نمیدونم رهبری آقای خامنه ای مونتا اینجا بحث الان این نیست، بحث این هستش که فرمان این کشتار رو کی داده. این اصلا بحث جناییه، کسی که این فرمان رو داده باید محاکمه بشه، اصلا بحث سیاسی نداریم. کسی که دستور این کشتار رو داده، شما سابقه دادگاه جنایی بین‌المللی هم ببینید، با اینکه ایران عضوش نیست برای محاکمه باید شورای امنیت قطعنامه بده، الان نمیشه. منتها کسانی که محاکمه شدن از جمله همین قذافی که 2011 براش اعلام جرم کردن، تعداد کسانی که کشته شده بودن در اون روزا خیلی کمتر از 1500 نفر بود. همین صدام حسین که راجبش داریم صحبت میکنیم، آخر سر در دادگاه حکم اعدامش، یکی از مبانی اصلی حکم اعدامش، کشتار شهر دجیل بود سال 1361 که در اون صد خورده ای نفر آدم کشته شدن. در من ما بگیم که خیلی ها تشکیک میکنن در این گزارشی که رویترز داده، میگن اصلا عدد بزنیم کنار، همون 300 نفر، همون 200-300 نفر. این واضحه که شما در تمام شهرها میدیده، سرش ویدیو منتشر شده، ویدیو هست، واضح هست که در تمام شهرها به صورت یکسانی داره شلیک میشه، داره برخورد میشه. واضح هست دارن شلیک میکنن، واضح هست دارن به نیمتنه بالا شلیک میکنن. در چندی فیلم هم دیدیم واضح هست تکدیرانداز واضح داره مردم شکار میکنه، اصلا 50 نفر کشته شدن، 20 نفر کشته شده باشن، که به نظرم عدد درسته. این به وضوح یک تصمیم است که در مرکز گرفته شده، ابلاغ شده، حالا لازم هم نیست کتبی ابلاغ شده باشه. این تصمیم کسی جز آقای خامنه ای نمیتونسته بگیره. منتها در جمله آخر من سعی میکنم سریع صحبت کنم در مورد پدر پویا بختیاری. ببینید اتفاقاتی که میفته یه جور دیالکتیک تاریخ، همیشه اینطوره. حکومت هایی که این کار رو میکنن همیشه همه چیز رو نمیتونن کنترل کنن، نمیتونن برنامه‌ریزی کنن. همیشه کسانی هستن که مثل من حرف میزنن، کسانی هستن که مقاومت میکنن و اتفاقا همینا هم هستن تاریخ ساز میشن. برای این خودش رو باید حکومت اگر بخواد به این سبک ادامه بده، برای این جنس از آدم ها، این جنس از مخالفین، این جنس از شهروند آماده کنه. و دقیقا همین جنس هم هستن که باعث در واقع شکاف در داخل قدرت، فروپاشی بخشی از قدرت و در واقع خروش قیام بخشی از قدرت علیه اون چهره مرکزی، شخصیت مادام العمر، رهبر مادام العمر، دیکتاتور یا هر چیز دیگری میشن در تمام اعصار تاریخ. اشاره جالبی کردید، پدر پویا بختیاری احتمالاً با فاصله ترین آدم از سیاست ایران بوده تا قبل از اینکه فرزندش کشته بشه. الان در این موقعیت قرار گرفته و ایستاده و میگه که منو نیروهای اطلاعاتی خواستن ولی من گفتم که بعد استادیوم آزادی رو به من بدید، من هم نمیرم توی یه مسجد مراسم برگزار بکنم. فکر میکنید که چقدر این تفاوتی که الان ایجاد شده، اینکه معترضانی که این روزها میبینیم از جنس معترضان در واقع سیاست آشنای آشنا به مبانی سیاسی نیستند، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ نسل معترضان عوض شده. اگر بخوام خیلی عامیانه و ساده صحبت بکنیم، اون دسته از معترضان متعلق به طبقه متوسط شهری که صحبت از حقوق بشر نمیدونم قوانین مدرن میکرد، اینا شکست خوردن. دو دهه در واقع چند بار تلاش کردن، از سال 76، سال 88 اوجش بود، شکست خوردن، منزوی شدن. سال 92 دوباره دورخیز کردن بخشای از اونها، لشکر شکست خورده شون. منتها واقعیت نیست که به بنبست کامل رسیدن، منزوی شدن. تو این دو دهه هم اتفاق دیگری که افتاده، بخشی از نیروهای اصیل اونها یا روانه خارج شدن یا اساساً سیاست رو رها کردن یا زندانی شدن. واقعیت نیست که بعد از شکست اونها جامعه دو راه داره. یا راه این است که خیلی خوب ما بپذیریم دیگه حکومت زورش زیاده، اتفاقی که در کره شمالی افتاد، یعنی جامعه مرعوب اون رهبر تمامیت خواه بشه، تسلیمش بشه. راه دوم این است که بخشهای از جامعه که این شکست رو نمیپذیرن اونها میداندار میشن. الان ما میبینیم در خارج از کشور نیروهای میداندار شدن که خب اساسا کل بازی رو قبول ندارن. در داخل کشور کسایی دارن میدان دار میشن که برای متعلق به طبقه متوسط شهری نیستن. به نظر من اونسی که من میفهمم، ما نمیتونیم از موضع اخلاقی یا از موضع یه روشنفکر بیایم اینها رو نگاه انتقادآمیز داشته باشیم که اینها مثلا شهروندان سیاست آشنا نیستن. در شرایطی که شهروندان سیاست آشنا شکست خوردن، اینها به نظر رهبران نسل جدید جامعه ایران هستن. اینو از موضع تحلیلی دارم میگم، نه موضع سیاسی. بنابراین به گمانم نه چندان دور، دیر زمانی نه چندان دور، اگر روند پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، حتی کانون نویسندگان ایران، در واقع روشنفکرترین بخش های جامعه ایران منتقل خواهد شد و به پشت اینها و از اونها حمایت خواهد کرد. الان هم شما نشانه‌هایش رو میبینید، همه الان بیانیه دادن اصلا کانون نویسندگان. بله، اصلا مجموعه حمایت ها قابل مقایسه نیست با سال 96. خیلی واضحه، پیام اجتماعیش این هستش که نخبگان میگن خیلی خوب، حالا که ما زورمون نمیرسه، ما میریم پشت این بچه‌ها و ازشون حمایت میکنیم. آقای حسینی فر، و این چه تأثیری داره؟ شما به هر حال وقتی نگاه میکنید به اون اتفاقی که در کشورهای همسایه افتاده، همسایه ایران افتاده، فکر میکنید که اونچه که الان در ایران میبینیم ایران رو داره به کدام سو میبره؟ من شاید اینجا حالا مورد آرژانتین رو اشاره کردیم، خب میشه مورد اسپانیا هم که به نوعی دموکراسی کمک کرد که
علی مقدار با تأخیر 25 سال بعد از مرگ فرانکو، یعنی از سال 2000 شروع کردن، اونجا هم آمار کشته ها رو بدن بیرون، شروع کردن به نقش غرق کردن ها در آوردن که بالاخره چه گذشته بر این مثلا به خاک افتادگان جمهوری خواه دوره فرانکو. اینها همه ما می‌بینیم که هر چی دموکراسی تو کشور پا می‌گیره بیش از پیش راجع به این اطلاع رسانی ها هم تمرکز پیدا میشه. منتها خب ما میتونیم جمهوری اسلامی و ایران رو مقایسه کنیم با چین. یعنی همین الان شما چین رو تجربه 1989 داریم، یعنی میدان تیانانمن که خب اون کشتار بعد از 7 هفته که تظاهرات بود و نهایتاً به قول ایران، به قول مقامات ایران، مقامات چینی هم خواستن جمع بکنن ماجرا رو، زدن و به اصطلاح هنوزم که هنوزه بعد از 30 سال معلوم نیست واقعا چه تعداد کشته شدن در این میدان تیانانمن. از 200 نفر عنوان میشه تا چندین هزار. مهم اینه که تیانانمن چه تاثیری روی سیاست چین گذاشت، روی تغییر رفتار حکومت چین گذاشت. آیا تغییری گذاشت؟ دقیقاً میخوام بگم که بعد از تیانانمن که مثلا اینو اشاره بکنم که یک رئیس سازمان مثلا صلیب سرخش یک زمانی از دهنش در رفت و گفت که اون چیزی که ما می‌بینیم 200 نفر نیست، کشته‌ها به 2600 نفر بودن و خب اینو گذاشتن کنار. ولی همین جوان خرداد سال گذشته کماکان وزیر دفاع چین میاد میگه که ما کار درستی کردیم، جامعه چین ثبات میخواست. از یه منظر خب شاید حرفش درسته. میدونید که بعد از اینکه این کشت و کشتار کرد، چین رهبری چین به یک توافق ناخوانده با جامعه وارد شد که من رفاه میدم به شما، شما هم ساکت باشید، مهر سکوت بذارید، بنده بتونم راجع به این مسائل بازخواهی نکنید. حداقل یک امتیازی داده بود به مردم، گرچه اون امتیاز هم یواش یواش هرچی قشر متوسط چین داره میاد بالا، به هر صورت یواش یواش دارن پرسش میکنن، بازخوانی باید بشه اون حکایت هم. در مورد ایران همینش هم نیست، ولی میخوام بگم که مادامی که استبداد و انسداد تو جامعه هست، ما مورد چین رو داریم، مورد ایران رو داریم و همین مورد اخیر عربستان سعودی، یعنی همین دادگاهی که دیروز نتیجه‌اش در عربستان سعودی اعلام شد و به نظر میاد که ریاض و تهران عملاً عکس برگردان همن. اونها هم نرسته، ما دیدیم که در ایران با جریان قطره زنجیری چه دادگاهی برگزار شده، چه جوری محاکمات انجام شد در مورد سال 88 تا 78 همه ایران نگاه میکنیم، در چین، در عربستان سعودی و تو این کشورهایی که دموکراسی حداقل ها هم هنوز شکل نگرفته، مسئله اطلاع رسانی، مسئله شفاف سازی حوادثی که در این کشورها پیش میره همچنان مثلا در گرو مصلحت سیاسی است. آقای شولاسادی، دقیقاً سوال من همین هست. ایران میگه که این 1500 تا جعلی هست، آماری هست که خبرگزاری رویترز متهم کردن مسئولان ایرانی به اینکه داره جفسازی میکنه، مثل بقیه دفعاتی که قبلا هم از مقام‌های ایرانی شنیدیم که رسانه‌های غربی به دنبال اهدافی در ایران هستن، اما خودش آمار رو اعلام نمی‌کنه. فکر می‌کنید چرا حکومت ایران آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های این اتفاق نمیده؟ اولا تعداد از یک زاویه خیلی مهم نیست. حتی به تحویل قرآن اگر یک نفر من قتله به غیر نفس او فساد فی الارض فکه انما قتل الناس جمیعا، اگر یه نفر بدون موضع قصاص نفس یا افساد فی الارض کشته بشه، مثل اینکه همه مردم کشته هم. این به لحاظ اهمیت عدد، حالا از شما فرض کنید یه نفر. دوم اینکه وظیفه رهبر اسلامی طبق موازین شرعی حفظ بیزه اسلام، یعنی نسل انسان، مسلمین هست، نه اینکه اونا رو بکشن. بنابراین این تکلیف مشخص رهبران اسلامی هست. و از سوی دیگر این بحثی که مطرح است که آیا ما به سمت مسائل میریم که در عراق و سوریه در کشورهای همسایه اتفاق افتاد یا نه، من شدیداً موافق این نیستم. بعضی از دوستان مثل آقای تاجزاده، مثل آقای زیبا کلام به شدت این رو القا می‌کردم که اگر در ایران یه تحول سیاسی رخ بده، ممکنه ما مسائل گریبانگیرمون مسائلی که در عراق و سوریه هست بشه. من معتقدم که همچین اتفاق نخواهد افتاد، زیرا مسائلی که در عراق و سپس در سوریه رخ داد در واقع به این دلیل بود که امریکایی‌ها قبل از اینی که یک قدرت، یک دولت مستحکم در عراق شکل بگیره، نیروهاشون رو خارج کردن، خلأ قدرت به وجود اومد در عراق و سپس در سوریه. و آقای نوری مالکی هم سنی‌های عراق رو که
تعدادشون حدود 40% هستن، یعنی اقلیت بزرگ هستن و ده ها سال هم حاکم بودن به حاشیه روند. اینها مظلوم جلوه کردن، داعش به وجود اومد به عنوان مدافعان سنی های عراق و جنگ شیعه و سنی در گرفت در عراق و سپس در سوریه. من سوالم این است که آیا هرگز در ایران جنگ شیعه سنی رو خواهد داد؟ ابدا. سنی های ما اولا ادعای حاکمیت ندارن. اجازه بدین 30 ثانیه هم به آقای مهدوی آزاد وقت بدیم راجع به این صحبت کنیم. آقای مهدوی آزاد بفهمید. من میخوام یه چیز دیگه بگم خانم قاضی‌زاده. حتی فرض کنیم که ایران من موافقم ایران به سمت سرنوشت سوریه و عراق نمیره، نخواهد رفت، به خاطر تفاوت‌های عظیم فرهنگی و تفاوت‌های عظیمی که سیاست خارجی در واقع سیاست استراتژیک غرب در قبال ایران و سوریه هست. منتها آقای خامنه‌ای داره به سمت سرنوشت صدام حسین و بشار اسد شدن پیش میره. حتی اگر آقای خامنه‌ای به سمت صدام حسین هم پیش نره، حتما داره به سمت سرنوشت بشار اسد پیش میره. سال 2011 که در سوریه اعتراضات شد، توی 4-5 تا شهر هومس بود و دمشق و لاذقیه، این واکنش دیوانه بار بشار اسد همینجوری فکر کرد، گفت این سیاست های دشمنان سرکوب کنید و خب تبعاتش پیش اومد. این کاری که آقای خامنه ای کرد بیش از هر چیز دیگری، بیشتر از توسعه های توطئه های موساد، هر جای دیگری ممکن است ایران رو به عربستان، به سوریه یا عراق تبدیل بکنه. آقای مهدوی آزاد، آقای حسین فر و آقای شلستدی، ممنونم از شما و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. شب روزتون خوش. We'll be right back.